به نام دادار دادستان، نخستین کنگره آمریکا در ماه آوریل 1789 تشکیل جلسه داد. واشنگتن رئیس ستاد ارتش پیشین رئیس جمهور شد. واشنگتن وزارتخونه های تأسیس و کنگره رو وادار کرد که صلاحیت خودش رو در برکنار کردن وزرا نپذیره، یعنی از همون اول فکر مسئولیت پارلمانی وزرا کنار گذاشته شد. اینا رو خوب دقت کنید. در همون سال 1789 دیوان عالی فدرال تأسیس شد که تنها نهاد قضایی پیشبینی شده در قانون اساسی بود. یک قوه قضایی تشکیل شد و پایین تر از اون 13 دادگاه ناحیه‌ای بدوی بودند و 3 دادگاه ناحیه‌ای که دادگاه استیناف بود ایجاد شد. این 13 دادگاه به تعداد 13 ایالت بود و یه نوع تقلید از سیستم قضایی فرانسه بود. قوه مجریه و کنگره تقلیدی، من توی ویدیوهای قبلی گفتیم که قوه مجریه و کنگره آمریکا در حقیقت ساختارشون تقلیدی از سیستم سیاسی انگلستان بود، اما قوه قضایی تقلیدی از سیستم قضایی فرانسه پیش از انقلاب بود. دو وزیر واشنگتن یعنی هامیلتون و جفرسون غالبا در مورد اختیارات دولت فدرال با هم اختلاف داشتند. هر دو فدرالیست و طرفدار دولت فدرال بودند، ولی هامیلتون تندروتر و پرحرارتتر بود و میخواست دولت فدرال قدرت بیشتری داشته باشه. سرانجام در سال 1793 جفرسون که خواستار استقلال بیشتر ایالات بود استعفا داد و یک حزب مخالف دولت تشکیل داد. نام رسمی این حزب جمهوری خواهان بود که البته بعدها مردم اونها رو دموکرات به معنی عوام فریب نامیدن. پس این مفهوم دیمگوگ دموکرات معنی اصلیش عوام فریبه. خود این حزب هم پس از مدتی این اصطلاح رو پذیرفت و از اون به بعد حزب دموکرات تشکیل شد. حزب جمهوری خواه آمریکا هیچ ربطی به این دوره نداره. حزب جمهوری خواه در بعدها در دوره ابراهام لینکلن تشکیل میشه. باید بگیم که بین سالهای 1829 تا 1860 دوره مهمی در تاریخ ایالات متحده محسوب میشه. با انتخاب جکسون به ریاست جمهوری دوره جدیدی آغاز میشه. در این دوره شرط داشتن درآمد حاصل از زمین برای رأی دادن حذف شد. یعنی تا اون موقع در خود اروپا هم اینجوری بود که شما اگه میخواستی رأی بدی باید یه حداقلی از درآمد رو میداشتی، هر کسی نمیتونست رأی بده. هنوز دموکراسی مثل امروز کامل نبود. همچنین برنامه های وسیعی برای ساخت پلها، جاده ها، کانال ها، مدارس و بیمارستان ها آغاز شد. در احزاب سیاسی هم اصلاحاتی ایجاد شد. از این پس انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری کار یک گروه کوچیک از رهبران حزبی دیگه نبود، بلکه کلیه کسانی که در زندگی سیاسی حزب شرکت داشتند با تشکیل مجامع حزبی در این گونه کارها دخالت می‌کردند، که این تحول بسیار مهمی بود و دموکراسی امروز آمریکایی حاصل همین هست که قبلا گفتیم از کوچه و خیابون شروع میشه. جکسون پیرو جفرسون بود و مخالف توسعه اختیارات دولت فدرال بود که تا به امروز هم خط مشی حزب دموکرات باقی مونده، ولی خود جکسون با این حال با قدرت حکومت کرد. اینم درس بزرگی میتونه برای ما باشه که این دو حزب تو این زمینه ها با هم اختلاف دارن، ولی اختلافشون ناچیزه. هر دو وقتی که به ریاست جمهوری میرسن با قدرت حکومت میکنن. موضوع بردگی در این دوره تنش‌های زیادی بین شمال و جنوب ایجاد کرده بود. ایالات جنوبی که اقتصادشون وابسته به کشت پنبه، ذرت و نیشکر بود،
بردگی رو ضروری میدونستن و کشت وسیع این محصولات در اون دوره بدون کار بردگان به صرفه نبود. اما شمال صنعتی نیاز چندانی به کار بردگان بی سواد نداشت، زیرا کار کردن در کارگاه ها و کارخانجات صنعتی نیاز به حداقلی از سواد داشت که بردگان و خانواده های اونها از خدمات آموزش و پرورش محروم بودند. چون بردگان اصلاً شهروند محسوب نمی شدن. افکار عمومی در شمال مخالف بردگی بود. در مطبوعات نوشته های زیادی علیه بردگی منتشر می شد و به تنش بین شمال و جنوب اضافه می کرد. برخی بردگان از دست اربابان خود به شمال می گریختند که صاحبان اونها خواستار استرداد اونها بودند. مسئله بردگی محیط زندگی در ایالات متحده رو مسموم کرده بود. این نشون میده که هر ستمی همواره موجب مسمومیت جامعه ای میشه که اون رو تحمل میکنه. دادگاه عالی فدرال سعی داشت وارد این دعوا نشه، اما فشار افکار عمومی موضوع رو به دیوان عالی کشوند. همه به دیوان عالی اعتماد کردند و انتظار داشتند موضوع بردگی رو یک بار برای همیشه حل کنه. اما وقتی در سال 1857 دادگاه عالی میپذیره که به دعوای مربوط به یک برده رسیدگی کنه، تصمیمش بسیار تأسف بار بود. موضوع بر سر یک برده فراری از جنوب به شمال بود که به دعوای درد اسکات معروف شد. قضات جنوبی دو تن از همکاران شمالی رو با خودشون هم عقیده کردند و یک رأی تأسف بار صادر کردند که بردگی رو در ایالات متحد به رسمیت میشناخت. این رأی در شمال موجی از خشم برانگیخت. انتخابات سال 1860 در محیطی آکنده از احساسات برگزار شد. حتی به خاطر رأی درد اسکات، حزب دموکرات که پایگاه اصلی اون در جنوب بود به دو شعبه تقسیم شد، دموکرات‌های شمال و دموکرات‌های جنوب، و همین شکاف باعث پیروزی ابراهام لینکلن جمهوری‌خواه شد که مقدر بود به بردگی در ایالات متحده خاتمه بده. در ویدیوی بعدی ما راجع به جنگ‌های داخلی آمریکا و اینکه ابراهام لینکلن چه نقشی در تاریخ ایالات متحده بازی کرد صحبت می‌کنیم و اینکه کارتل‌های بزرگ و شرکت‌های بسیار بزرگ چجوری در آمریکا به وجود اومدن، زمینه‌شون چی بود و تا اوایل قرن 20 رو تحولات رو در آمریکا بررسی میکنیم. از این گفته ها ما میتونیم چند تا نتیجه بگیریم. اول اینکه حق با مارکس بود که گفته بود اقتصاد زیربناست و فرهنگ و دانش و آموزش و دین و همه چیز روبنا محسوب میشه. خب این موضوع بردگی برای ما خیلی جالبه. گفتیم که شمال آمریکا که صنعتی تر بود و به انگلستان نزدیک تر بود، چون سرمایه‌داران انگلیسی بودن می اومدن اونجا سرمایه گذاری می کردن، و کمی قبل از اون موضوع بردگی در انگلستان سر و صدای زیادی به پا کرده بود و لغو شده بود. اونجا هم روی لغو بردگی تاکید داشتن، منتها یه مقدار جنبه های اقتصادی هم بود به خاطر اینکه اونها نیاز بسیار کمتری به کار بردگان داشتن. ولی ایالات جنوبی که انگلیسی های کمتری اونجا ساکن شده بودن، چون آب و هوای ناسازگارتری داشت، گرم بود ولی منطقه پر آب و بسیار حاصلخیزی بود، این نیاز به کار بردگان داشت. مزارعی که صدها هکتار وسعت داشتن و متعلق به یک مالک بود، بدون این برده ها نمیتونست اداره بشه. به هر حال اینو هم غافل نشیم که احساسات عمومی هم احساسات انسان دوستانه هم توی این دوره رشد میکنه، به خصوص در ایالات شمالی و مخالف بردگی هست، میگه همه انسان ها با هم برابرن. ما اینو نباید ناچیز تلقی کنیم، یعنی برای اولین بار در طول تاریخ بشر یه عده پیدا شدن که گفتن که این نژاد سیاهی که بین ما زندگی میکنه، اینم حق و حقوقش مثل ماست، اینم انسانه، نباید برده محسوب بشه. این یک تحول مثبت در تاریخ بشر محسوب میشه با تمام ظلم هایی که حالا شده، ولی تحول مثبتیه. نکته بعدی اینه که وقتی اجتماع
خواستار یه چیزیه، خواستار اصلاحات اساسی هست، ولی صاحبان قدرت از این اصلاحات جلوگیری میکنن برای مدت طولانی. این میتونه اجتماع رو به سمت تشدید تضاد و حتی جنگ بکشونه. خب نمونه آمریکا یه نمونه جالبه که موضوع بردگی و خیلی چیزهای دیگه بود که میخواستن اصلاحش بکنن. همین رأی درد اسکات که راجبش صحبت کردیم افکار عمومی رو به شدت خشمگین کرد و همین زمینه های جنگ داخلی در آمریکا رو فراهم کرد که صدها هزار کشته و مجروح به جا گذاشت. در کشور خود ما هم شما ببینید از حدوداً 20 و چند سال پیش که موضوع اصلاحات مطرح شد، این اصلاحات ناتمام مونده. اصلاحات ناتمام میتونه بسیار خطرناک باشه و آتیش زیر خاکستر باشه. شما ببینید اصلاح طلبان ما یه زمانی قدرت داشتن، 8 سال ریاست جمهوری دستشون بود، 4 سال مجلس ششم دستشون بود، هیچ کار مثبتی انجام ندادن. اون زمانی که قرار بود موضوع قانون مطبوعات مطرح بشه و آقای کروبی رئیس مجلس بود، به راحتی حکم حکومتی رو پذیرفت و اجازه نداد موضوع قانون مطبوعات در مجلس مطرح بشه. این یکی از اشتباهات استراتژیک اصلاح طلبان بود. شما که خب نماینده مردم بودی، مردم از شما همین چیزها رو میخواستن. خب حکم حکومتی اومد، شما میتونستی نپذیری. من یادم آقای کروبی گفت ایها تذهبون، این بدترین ایها تذهبونی بود که شاید در طول تاریخ ایران گفته شده. شما میتونستی استعفا بدی، بگی من یا اینو مطرح میکنم یا استعفا میدم و مطمئن باشید که رژیم کوتاه میومد. اینی که شما حالا بعد از اینکه دیگه مردم به شما رأی ندادن بری اون طرف آب هی حرف بزنی، از دموکراسی حرف بزنی، فلان بگی، خب این چه فایده ای داره؟ ما نیاز به سیاستمداران پرقدرت و با اخلاق داریم، با اخلاق و با سواد، که بتونن تئوری های روز رو ارائه بدن و وقتی که در موقعیت قدرت هم قرار میگیرن مطابق با اون خط مشی فکریشون فعالیت بکنن. شما ببینید به عنوان مثال، من قبلا هم گفتم که جورج واشنگتن رئیس ستاد ارتش بود که منجر به استقلال آمریکا شد، سالها جنگید، بعد از اون 2 دوره ریاست رئیس جمهور شد، ولی برای دوره سوم دیگه هم از ستاد ارتش کنار رفت و هم دیگه نامزد ریاست جمهوری نشد و این سابقه ای رو در آمریکا به جا گذاشت که تا به امروز هم ادامه داره، پایه های دموکراسی رو محکم کرد. اگه جورج واشنگتن مثل خیلی های دیگه تشنه قدرت بود و دور سوم هم نامزد میشد، بازم انتخاب میشد، ولی خب این پایه های دموکراسی رو تو آمریکا یه مقداری سست و لرزان میکرد. میخوام بگم که درسته که تحولات در درون اجتماع رخ میده، ولی گاهی اشخاصی تاریخ ساز و سرنوشت ساز هم لازمن که به کمک مردم بیان و با عملکرد مثبت خودشون باعث تحولات مثبت بشن. با امید اون روز که مردم ما، لایه‌های بیشتری از مردم ما وارد سیاست بشن و ما دارای سیاستمداران باسواد و با اخلاقی باشیم که مردم و مملکت در درجه اولویت اول اونها باشن.